سلام بیننده های محترم تلویزیون ملی افغانستان، لطفا توجه بفرمایید به خبرهای این سحر. دو انجینیر سرکسازی در ولایت زابل به اثر انفجار ماین صبح امروز کشته شدند. ولسوال شملزایی ولایت زابل با تایید این خبر با آژانس باختر گفت دو انجینیر افغان که در یک شرکت سرکسازی کار میکردند، موتر حامل آنها در مسیر سرک زنجیر آب آن ولسوالی با یک حلقه ماین تصادم نمود و از اثر آن کشته شدند. با گفته منبع در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. وزارت دفاع بریتانیا امروز تایید نمود که یک عسکر دیگر آن کشور در افغانستان کشته شده است. با گزارش آژانس باختر، منابع خبری بین المللی خبر دادند، وزارت دفاع بریتانیا امروز اعلام داشت که یک عسکر آن کشور دیروز جمعه هنگام گشت زنی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند از اثر انفجار یک ماین کشته شد. با مرگ این عسکر، تعداد عساکر کشته شده این ویسی در افغانستان به 246 تن رسید. بریتانیا در افغانستان بیش از 9000 عسکر دارد که عمدتاً در ولایت زابل مستقر هستند. قماندان امنیه ولسوالی شیگل ولایت کنر با یک محافظ از شب گذشته از سوی مخالفین مسلح رو بوده شد. خلیل‌الله ضیایی قماندان امنیه ولایت کنر با آژانس باختر گفت قماندان امنیه ولسوالی شیگل ولایت کنر با محافظ شب گذشته هنگام گزمه در کمین گروه طالبان قرار گرفت و روبوده شد. تلاش نیروهای امنیتی جهت پیدا نمودن آن جریان دارد. چهار پروژه عامل منفعه امروز در ولایت بادغیس به بهره برداری سپرده شد. سید رسول اکبری، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بادغیس، با آژانس باختر گفت که این پروژه ها شامل جغل اندازی 6 کیلومتر سرک، پاکاری 75 کیلومتر جوی، ساختن 47 ذخیره آب و پاکاری 3 کاریز آب آشامیدنی می باشد. وزارت فواید عامه کار ساختمان و قیریزی سرک های داخل شهر ایبک ولایت سمنگان را به ارزش 3.5 میلیون دلار آمریکایی به سکتور خصوصی سپرد. شرح بیشتر در گزارش نبی‌الله حسینی. با گفته دکتر سهراب علی سفری، سرپرست وزارت فواید عامه، پروژه قریزی سرکای داخل شهر ایبک ولایت سمنگان بیش از 10 کیلومتر طول دارد که بعد از اعلان داوطلبی کار ساختمان و قریزی آن به شرکت ساختمانی و سرکسازی حاجی خلیل‌الله زتران سپرده شد و این شرکت به مدت یک سال آن را به پایه اکمال خواهد رسانید. رئیس شرکت ساختمانی و سرکسازی حاجی خلیل نقش سکتور خصوصی را در راستای بازسازی افغانستان مایه خوانده گفت این شرکت آماده است تا ساختمان سرک متذکره را با شرایط عقد قرارداد سر از فردا آغاز نماید. مو غواړو چې داخلي چې کوم کارګران دي هغه ته خپل تجربه کاری ور وخیو او د سره کومک وکړو. به گفته موصوف، در کار ساختمان این سرک از کارگران افغانی استفاده می گردد تا از یک سو شماری از جوانان بیکار مشغول کارشان و از جانب در جهت بازسازی محلاتشان مؤثر واقع گردند. کار ساختمان تعمیر جدید ریاست آبیاری ولایت زابل امروز آغاز گردید. انجینیر نورگل، رئیس آبیاری ولایت زابل، با آژانس باختر گفت که این تعمیر با مصرف بیش از 9 میلیون افغانی از کمک مالی بانک جهانی و بودجه وزارت انرژی و آب در یک طبقه به شکل اساسی اعمار می شود که در ساختمان آن 11 اتاق اداری، سالن کنفرانس و سایر ضروریات در نظر گرفته شده است. در مراسم آغاز کار تعمیر، محمد اشرف ناصری، والی زابل و برخی از مسئولین بر توسعه بازسازی و راه اندازی پروژه های عامل منفعه در آن ولایت تاکید نمودند. بین عزیز، این بود خبرهای این ساعت. از توجهتان تشکر.